سلام دوستان علی هستم و میخوایم با هم جلسه سی کم از آموزش نرم افزار نومد به زبان فارسی رو شروع کنیم و اما دستور یا ابزار گیزمو خب خیلی سریع من یه نکته کوچولو بگم و بعد بریم این جلسه رو شروع کنیم بعضی از عزیزان کامنت میکنن که تمام این ابزارها رو ما بلدیم و لطفا برو سر اصل مطلب کارکتر سازی نمیدونم هجمایی سختتر و کارهایی که با این نرم افزار میشه انجام داد ولی این ولیه خیلی مهمه <applause> دوستانی که از های کورکریت با من آشنا شدن حتما متوجه ای این موضوع شدن که تاکید من بر اینه که مسائل و مطالبی که من آموزش میدم خیلی از مقدماتی تا پیشرفته به صورت ساده باشه و تمام عزیزانی که مثلا همین امروز آیپد خریده یکی ای از دوستان و میخواد تازه این کلاس ها رو با من شروع کنه و اگر من این مطالب آموزش ندم نمیتونه به مراحل بعدی بره پس ممنون میشم که یکم سواری کنین تا برسیم به مراحل بالاتر و نکته اینجاست که خیلی از این ابزارهایی که من آموزش میدم یه سری نکات ریس دوشه که شاید خود شما هم ندونین و سری میخوایم بریم سراغ کارکتر سازی و بعد به مشکل میخوایم و می نویسیم که خب تو گیزمو مثلا چطوری میشه جای گیزمو رو عوض کرد امروز متوجه میشیم چطوری حجمم از روی صفحه اصلی جابجا کردم چجوری میتونم برش گردونم به جای اصلی امروز متوجه میشین پس صبوری کنین تا برسیم به مرایل خوشگل خب خیلی سرتون درد نمیارم دستور گیزمو خب همونطور که میدونین تو پرسپکتیو سه تا محوره طول و عرض و ارتفاع x و z که اینجا با رنگ قرمز و سبز و آبی نشون داده شده و توی گیزمو ما پنج تا دا رنگ داریم یعنی قرمز، سبز، آبی، نارنجی و این رنگ دودی وسط حالا هر کدوم از اینا کارش چیه؟ اگر از این نارنجیه شروع کنم این دایره کل حجممونو به صورت کلی اسکیلش رو تغییر میده یعنی به سمت داخل و خارج که بکشم به صورت کلی مقیاسش رو تغییر میده این رنگ دودی تقریبا با این آبیه یکیه چون حجممونه تو همین زاویه‌ای که هست میچرخونه پس آبی هم کارش همینه تو همون زاویه‌ای که هست داره میچرخه میمونه این سبز و قرمزه خط قرمز اگر بکشم به سمت جلو میکشه به سمت ما و این یکی هم به چپ و راست رنگ سبز سه تا پوینت یا پونکت یا نقطه داریم نقطه سبز قرمز آبی که اینها همون طول و عرض و ارتفاع که از هر دو طرف حجم ما رو کم و زیاد میکنه از سبز شروع میکنم اگر دقت کنین از بالا و پایین داره این اتفاق میافته اینجا هم از چپ و راست و اگر یکم به چرخونمش آبی هم حجمش رو تغییر میده ولی از دو طرفه قبل از اینکه حجمتون رو ولیدیت کنین اگر روی گزینه ویرایش یا همون ادیت بزنین نقاطی که به شما میده میتونه از همون قسمت فقط کم و زیاد بشه یعنی سبز رو شما میتونین از پایین به سمت بالا ببرین یا از بالا به سمت پایین و حجمتون از دو طرف کم و زیاد نمیشه مثل این پوینت ها. قرمز هم به همین صورت از راست به چپ یا از چپ به راست و اگر بچرخونم همین اتفاق تو آبی هم داریم نکته بعدی این که شما میخواین حجمتون رو از این گوشه به و میخواین جای گیزمو رو عوض کنین من روی گزینه ولیدیت میزنم و دیگه نمیتونیم این گزینه های ویرایش یا همون ادیتو داشته باشیم تا اینو میزنم دیگه اونو از بین میره پس شما میخواین گیزموتون رو بندازین این گوشه و از گوشه کار رو چرخونی. الان وسط حجمتونه از همه طرف وسط یعنی از هر بر نگاش کنی وسط حجممون الان ولی ما میخوایم این گوشه داشته باشیمش یه قفل اینجا کشیده روش کلیک میکنیم و جای گیزمو رو عوض میکنیم و میچرخونیم ببینیم کجاست میتونیم بیاریمش این گوشه وقتی مطمئن شدیم دوباره روی این قفل کلیک میکنیم و الان میتونیم از این گوشه بچرخونیمش حالا پشیمون شدیم میخوایم بذارین این سر جاش دوباره بیفته دقیقا همون وسط روی این گزینه آتو که بزنیم میفته سر جای قبلش حالا یه نکته دیگه شما حجمتون رو از جای اصلیش جابجا کردین حالا جای اصلیش کجاست مثلا این قسمت شبکه یا زمینمون که روشن باشه شما حجمتون رو بردین اونورتر و دیگه این قسمت شبکه ای رو نمیبینیم درست؟ در صورت که اون قسمت شبکه ای روشنه چیکار کنیم که این حجممون برگرده سر جای اصلیش و همون جایی که از اول ما کارمون رو شروع کردیم همین وسط بیفته تو دستور گیزمو روش کلیک میکنیم و Move Origin برمیگرده جای اصلیش یه نکته دیگه شما میخواین حجمتون رو تو این حالت داشته باشین و هی نچرخ تصویر و این کار مزاحمتون میشه روی این کیوبی که این بالا هست انگشتتونو نگه میدارین یه عکس قفل میفته دیگه شما نمیتونین به چرخون و به راحتی میتونین هر قسمتیش که میخواین هر کاری دوست دارین انجام بدین این کوچیک میشه ولی چرخشی دیگه در کار نیست چون چرخشمونو قفل کردیم گیزمو رو اگر بزنم خود حجب سر جاش میچرخه ولی زاویه دوربینمون ثابته دیگه این گیزمو اینم چرخشش یک کلیک که روش کنین دوباره باز میشه یه نکته دیگه اگر دقت کرده باشین بعضی وقتا این گیزمو خیلی سخت میچرخه به خاطر اینه که این گزینه ای اسنپ روشنه و این 90 درجه ای که وجود داره شما باید انقدر اینو بچرخونید تا زاویه 90 درجه برسه و بعد چرخش انجام میشه این الان چرخید ولی چون مکعبه دیده نمیشه حالا این زاویه رو میتونید روش کلیک کنین و بکنین 45 درجه و الان اگر بچرخونیم سر 45 درجه که رسید خودش استوب میکنه هرچی بچرخونی این 45 درجه است میتونه سی درجه باشه حتی. پس این گزینه اسنپه که بعضی وقتها کار کردن با این گیزمو رو سخت میکنه چون این رو 90 درجه است و وقتی میخواد به چرخه باعث میشه که گیر داشته باشه ولی وقتی خاموش باشه شما روان میتونین اینو بچرخونین یا کوچیک و بزرگش کنین خب فکر میکنم که تمام نکاتی که مربوط به گیزمو میشد و به صورت مخفی بود با هم کار کردیم و یاد گرفتیم اگر کسی مطلبی بیشتر از این میدونه برام کامنت کنه شاید از ذهن من رفته و یادم رفته ولی در هر صورت یه سری نکات تو ویدیوهای بعدی تکرار میشه و این تکراره باعث میشه که اگر چیزی هم گفته نشده دوباره اونجا بهش رسیدگی میشه امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشین و تا جلسه بعد خدا نگهدار خب نمیدونم چرا حد میزدم که یه نکته دیگه مونده و نگفتم حالا امیدوارم یه نکته باشه ولی در صورت شما این سایز گیزمو براتون یکم تو مخیه و میخواین یا کوچیکتر یا بزرگتر باشه سایز کلی خود ابزار گیزمو از توی این قسمت اینجا میتونین سایزشو تغییر بده حالا دیگه واقعا امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشین و تا جلسه بعد خدا نگهدار